اگه اکانت توییتر داری قطعا بارها و بارها این جمله رو شنیدی که لیمیت شدم، یا افرادی بودن که کنار اسم اکانتشون یا داخل بیو نوشتن که لیمیت شدن. تو این ویدیو قراره به این مطلب بپردازیم که ساسپند و لیمیت شدن چی هست و چی میشه که یه اکانت توییتری همچین اتفاقی براش رخ میده و چطور باید ازش فرار کرد. خب زودتون سری فوری و انتحاری، اول بری سراغ ساسپند شدن. ساسپند شدن رو میشه خیلی ساده به نابود شدن اکانت توییتری تعریف کرد و بدترین اتفاقیه که برای یه اکانت توییتری رخ میده. اینکه چی باعث میشه که یه اکانت ساسپند بشه سه عامل داره. اول اینه که رباتش استفاده میشه. دوم قوانین و مقررات توییتر رو نقض میکنه. و سوم حمله باندها و ریپورت شدن گروهیه. برای اینکه اکانتمون ساسپند نشه لازمه که حتما این نکات رو رعایت کنیم. اول اینکه از هشتگ یا توییت هایی که معنی اون رو نمیدونیم استفاده نکنیم، چون ممکنه اون هشتگ توهین‌آمیز باشه و حتی یک سری ربات ها رو هشتگ ها سوار هستن که این میتونه باعث ساسپند شدن اکانتتون بشه. نکته دوم اینه که نباید توییتی که محتوای اون به ادیان، تفکرات و گروهی از افراد توهین میکنه بزنید و همینطور از فیلم و عکسایی که در اون ترویج خشونت، توهین، اذیت و آزار کودکان و حیوانات و همینطور خودکشی میشه استفاده کنید. سوم، توییت و منشن رگباری نداشته باشید. خیلی سریع و فوری ریت و فیو نکنید و کاری انجام ندید که سیستم مانیتورینگ توییتر شما رو ربات تشخیص بده. نکته چهارم اینه که اکانت های تازه تأسیسی که فعالیت غیر متعارف دارن، یعنی خیلی زیاد ریتوییت میکنن و یکی از نشونه هاشون هم نداشتن آواتار هست، رو فالو و توییت های اون اکانت رو هم ریتوییت نکنید. خب حالا برید سراغ بارزترین اتفاقی که برای یه اکانت توییتری رخ میده، یعنی لیمیت شدن. طبق منشور توییتر این شرکت هیچ اکانتی رو بدون دلیل محدود نمی‌کنه، ولی محدودیت‌هایی رو برای جلوگیری از سوء استفاده دیگران قرار میده. هر اکانت معمولی توییتر، منظورم اکانت‌های بدون تیک آبی هست، روزانه میتونه 400 نفر رو فالو کنه و اکانت‌هایی که تیک آبی دارن تا 1000 نفر و این طبق آخرین تغییرات توییتر یک عدد ثابت هست که بعضی جاها یه استثناءاتی هم داره که جلوتر بهش میپردازیم. اگر شما رفتار ربات‌گونه‌ای داشته باشید و خیلی سریع فالو و آنفالو کنید، اکانتتون محدود میشه، نه لیمیت. تفاوت محدودیت و لیمیت شدن در اینه که لیمیت کل روز هست و غیر قابل رفعه، ولی محدودیت با یکی دو ساعت رفع میشه. اگه داخل تایملاینتون دیده باشین کسایی که لیمیت و محدود شدن نوشتن برام منشن بذارید. این منشن ها فقط برای افزایش ایمپرشنه و کمکی به اکانت لیمیت شده نمی کنه. قانون مهمی وجود داره، اینه که وقتی تعداد فالوور شما به 5K میرسه، توییتر اکانت شما رو خودکار محدود میکنه و شما برای رهایی از این محدودیت باید تعداد افرادی که شما رو دنبال میکنن از کسایی که شما دنبال میکنید بیشتر باشه، که البته بسته به هر اکانت یک کوچولو فرق داره. حالا بریم بررسی کنیم که چی باعث لیمیت شدن ما میشه. اول اینکه اگر روزانه در مجموع بیشتر از 2400 تا چه منشن، چه ریتوییت و چه توییت بزنید، اکانتتون لیمیت میشه. مورد دوم اینه که هر 4 ساعت یک بار ایمیل خودتون رو تغییر بدید. نکته سوم اینه که بیشتر از 400 نفر رو در روز فالو کنید. نکته چهارم اینه که قانون 5K که قبلتر بهتون گفتم رو برای فالوور بیشتر رعایت نکنید. نکته پنجم اینه که رگباری و رندوم فالو کنید اکانت ها رو. توجه داشته باشید که حداقل یکی از توییت های اکانت مورد نظر رو فیو کنید و یا پروفایلش رو چک کنید و براش چند تا منشن بذارید، بعد اون شخص و اکانت رو فالو کنید. حالا سوال اینجاست که چطوری از لیمیت در بیایم؟ نه با منشن، نه با توییت زدن و نه با فیو استار شدن و حتی با منشن استار شدن از لیمیت خارج نمیشیم. فقط و فقط
زمانی که به خاطر فالو کردن بیش از حد لیمیت شدید، بعد از 24 ساعت و در مواردی حتی بعد از چند روز از آخرین نفری که در محدودیت لیست 400 نفری بوده رفع لیمیت میشین و هیچ راه دیگه‌ای هم وجود نداره. حتی شاید گاهی باید اکانتتون رو برای چند روز هیچ فعالیتی نداشته باشه. اما نکته آخر، اگر میخواید تعداد بیشتری از 400 نفر رو در روز فالو کنید، باید سعی کنید نسبت فالووینگ ها و فالوور هاتون رو بیشتر کنید. این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست که خدای نکرده اکانتشون نابود نشه. من حسین میکی بودم، اونجا هم چنل خودتون منتالیتیه. فراموش نکن که اگر از ویدیو خوشت اومد او رو لایک کنی و اگه تا الان عضو خانواده منتالیتی نشدی روی سابسکرایب بکوبی و اون زنگوله بغلش هم به صدا در بیاری تا جز اولین کسایی بشی که از ویدیوهای ما باخبر میشه. ممنون از نگاهت رفیق.